23 سمت از 33 سمت حساس و کلیدی جمهوری اسلامی در اختیار سپاه پاسداران سهم سپاه در اداره کشور در دوره پزشکیان بیشتر هم شده خب شما فرزندان عزیز این حقیر هستید اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها از این فرزندان راضی هستید خواهم گفت راضی که صد درصد راضی اما قانع نیست توضیحات مکرر مقامات نظام درباره دلایل تأخیر در انتقام ترور هنیه چرا این پاسخ تا این حد به تأخیر افتاده؟ جمهوری اسلامی از چه چیزی میترسه؟ انتقام از این عمل جنایت کارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است و سبقت گرفتن وزرا و مسئولین جمهوری اسلامی از همدیگه در مذهبیتر نشون دادن خودشون چرا برای مقامات خیلی مهمه که خودشونو در مناسبت های مذهبی نشون بدن فرزند بزرگ امام هشتم سلام من مراد ویسی هستم و امروز درباره نتایج یک بررسی و پژوهش درباره های حساس و کلیدی در جمهوری اسلامی و اینی که این ها و پستها در اختیار چه کساییه با شما صحبت میکنم. مدت ها بود که داشتم بررسی میکردم که های حساس و کلیدی در جمهوری اسلامی کدوم سمتان چند تا سمته در اختیار چه کساییه. از قبل میدونستم که الان حکومتی که ما در ایران داریم حکومت مشترک سپا و آخونده است. در ابتدای انقلاب حکومت بیشتر حکومت آخونده بود و پاسدارا محافظ آخونده بودند. ولی یواش یواش قدرت فرماندهای سپا در جریان جنگ ایران راق بیشتر شد و بعد از جنگ سپا به یه بخش مهمی از قدرت تبدیل شد. آروم آروم سهم آخونده کمتر شد و سهم فرماندهای سپاه بیشتر شد. الان من در بررسی که کردم ابتدا به این نشه رسیدم که ما 29 تا سمت حساس و کلیدی داریم یه خورده بالا پایین بررسی کردم به این جمعندی رسیدم میشه گفت در مجموع 33 تا سمت و پست حساس در کشور داریم که از این 33 تا 23 سمتش یعنی بیشتر از دو سومش در اختیار فرمانده سپاس یعنی حتی بیشتر از آخونده 8 تا سمتم که البته رهبر جمهوری اسلامی هم با قدرت خیلی زیادش جزی از اوناست در اختیار آخونده فقط میمونه رئیس جمهور یعنی پزشکیان و رئیس صدا و سیما یعنی پیمان جبلی که نه آخوندن نه فرمانده سپاه قبل از اینکه من این سی و س... سمت و حساس کلیدی رو و سهم سپاه رو به عنوان 23 نفر اصلی سپاه بگم اولش بگم که من تعریفم از سمت حساس و کلیدی اینه که سمت و پستی که در تصمیم گیری های مهم کشور نقش داره بر سرنوشت کشور نظام و مردم تأثیر گذاره بنابراین من اصلا ساختار رسمی و اداری کشور رو مد نظرم نیست مثلا من معاون اول رئیس جمهور اصلا یه سمت حساس و کلیدی فرض نمی کنم. حتی بعضی از فرمانده های سپاه مثل فرمانده نیروی زمینی سپارم که اتفاقا خیلی هم مهمه تو این جنبندی نیوردم فقط کسایی را آوردم که یه جای مهم و حساس و کلیدی دستشونه و اون حوزه در تعیین سرنوشت مردم و نظام مهمه اما این 33 تا سمت مهم کدومان من اول 23 سمت حساس رو که در دست سپاس بگم بعد اون 8 سمتی رو هم که در اختیار آخونداست میگم این 20 تا سمتی که هست اولیش علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی یه شورای عالی امنیت ملی داریم مهمترین نهاد تصمیم گیری بعد از خامنه ای امور مهم و در یازده سال گذشته در اختیار سپا بوده اول شمخانی بود الان محمدیان اینم وزیر کشور اسکندر مومنی وزیر کشور مهمه چون رئیس شورای امنیت کشوره چون رئیس همه استانداراست چون مقام مافوق تمام استاندار و شوراهای تامین در سراسر کشوره اسکندر مومنی هم از فرمانده قدیمی سپا بود اینم مجید میرحمدیه دبیر شورای امنیت کشور یعنی موقع قرار در سراسر سر کشور تصمیم بگیرن این جلسه رو اداره میکنه رئیس ستاد راهپیمایی حکومتی اربعین هم هست همینی که خیلی برای نظام مهم شده توی این سالها اینم احمد رضا رادانه فرمانده نیرو انزامی. در واقع سپاه کل پلیس کشورم در اختیار داره از فرمانده های ارشد سپاه در کردستان بوده احمد رضا رادان این هم حسن کرمی فرمانده یگان ویژه جایی که مردم رو سرکوب میکنن یه موقع اعتراضات نیروهای تحت امر این میان مردم رو سرکوب میکنن یه جای خیلی خیلی مهمه برای ماندگاری و بقای جمهوری اسلامیه این یگان ویژه که حسن کرمی فرمانده رو بر عهده داره این هم اسماعیل خطیبه از فرمانده های سپاه که هم تو دولت رئیسی وزیر اطلاعات بود هم الان توی دولت پزشکیان و قدیمی ترین نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی یعنی وزارت اطلاعات زیر نظرشه خودش هم چهل سال توی اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه بوده اینم محمد کازمیه رئیس اطلاعات سپاه که الان مهمترین نهاد اطلاعاتی کشوره حتی از وزارت اطلاعات هم مهمتره قبلا هم رئیس حفاظت اطلاعات سپاه بوده موقع تایب رو برکنار کردن اینو به جاش آوردن دیگه خیلی از نفوذ اسرائیل و کشورهای دیگه ترسیده بودن کازمی رو آوردن جای این اینم حسین نجات مسئول فرمانده قرارگاه سارالله تهران که قرار از حکومت جمهوری اسلامی در تهران دفاع کنه اگه مردم قیام بکنن علیه نظام معمولا موقعی که قیام میکنن مردم علیه نظام در تهران این قرارگاه سارالله که جلوی سقوط نظام و مثلا میخواد بگیره مسئول سرکوبا در تهران به عنوان پایتخت همین حسین نجاته اینم آخرین نفر بخش امنیتی که میخوام بگم مجید خادمی رئیس حفاظت اطلاعات سپاس مسئول پاییدن خود نیروهای سپاس و اینی که جلوی کودتا رو بگیره و مسئول ضد جاسوسی کشورم هست اینها این نه این نفر مهمترین مقام های امنیتی بودن که در سپا بودن و نه تا سمت حساس و اطلاعاتی در کشور در اختیار دارن یه بخش دیگه ای از این 20 تا سمت حساس که در اختیار سپاس سمت های مهم سیاسیه که اگرچه تو اون سمت های امنیتی اولم گفتم بعضی هاشون وظیفه و کارکرد سیاسی دارن ولی این سمت که میخوام بگم سیاسی هن خیلی هم مهمن پنج تاشون رو میخوام خدمت شما توضیح بدم یکیش محمد باقر قالیباف رئیس مجلس رئیس یکی از ستا قوه است قبلا هم فرمانده نیرو هوایی بوده سپاه الان یکی از قوای سگانه رو دیگه رسما داره اداره میکنه مجلس رو و قبلا هم فرمانده نیروی انتظامی بوده در دوره‌ای که علی خامنه منصوبش کرده این علی شمخانی قبلا دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده الان مشاور سیاسی خامنه ایه. و میگن پرونده ای هنوز در دستشه هنوز داره راجع به پرونده ای تویت میزنه تو دیداره خامنه ای هم با وزرا میشینه اونجا و اتفاقا به نظر من سمتش بالاتر هم رفته موقعی که رفته به بیت رهبری و مشاور سیاسی خامنه ای شده اینم باقر زلقدر دبیر هیئت نظارت بر سیاست های کلی نظام در مجمع سمتش از این نظر مهمه که این هیئت میتونه مصاحبات مجلس رد کنه بگه مصاحبات مجلس با سیاست های کلی نظام نمیخونه و اون مصاحبات رو رد کنه همزمان دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هست این باقر زلقدر اینم عباس اراقچی که قبلا عضو سپا بود الان وزارت خارجه این یه سمت جدیدیه که سپا به دست آورده قبلا وزیر خارجه کسی نبود که عضو سپا باشه الان ولی دیگه عباس عراقچی کسی که قبلا رسما عضو سپا پاسداران هم بوده اینم عکس دوره ای که در اون سمت بوده اینم محمد تقی شاچراقی، معاون سیاسی وزیر کشور جای مهمی که هست اینه که مسئول انتخابات کشوره یعنی انتخابات رو نظام موقعی که میخواد مهندسی بکنه محمد تقی شاهچراقی میاد از طرف نظام در وزارت کشور این رو مهندسی میکنه و معاون سیاسی استانداریام در سراسر کشور زیر نظر همین محمد تقی شاهچراقی هست فرمانده سپاه علاوه بر این سمت های حساس اطلاعاتی امنیتی علاوه بر این سمت های حساس سیاسی یه سری سمت اقتصادی هم در اختیارشونه که من فقط دو تاشو میخوام بگم قرارگاه خاتم الانبیا هم تازه نمیگم فقط دو تا یکی پرویز فتا عضو سابق سپاه که رئیس ستاد اجرایی فرمان امامه یعنی کجا؟ یعنی مهمترین بخش اقتصادی بیت رهبری هرچی و تو کشور میگیرن از قاچاق که بلا صاحبه میدن به ولی فقی و ولی میاره تو این بخش اقتصادی که فتایی داره میکنه بنیاد برکت و بقیه بخشای اقتصادی بیت رهبری کاملا زیر نظر پرویز فتاهه اینم حسین دقان قبلا فرمانده سابق سپاه لبنان بوده الان رئیس بنیاد مستضعفانه بنیاد مستضعفان در کنار ستاد اجرایی فرمان امام یکی از اون جاهایی که کل شرکت زیر نظرشونه و برای بیت رهبری پول میسازن یعنی پولایی که به بیت رهبری میشه برای کارهایی که در اختیارشونه یه بخشش از بنیاد مستضعفان میره و یه بخشش هم از ستاد اجرایی فرمان امام یه بخشش هم از قرارگاه خاتم الانبیا و یه بخشش هم از آستان قدس رضوی بعضی سمت ها هم که در اختیار سپاس سمت های حساس نظامیه که من هفتش تا از این سمت ها رو میگم ممکنه یکی بپرسه که خب این سمت های نظامی کار سپام نظامی باید دست اینا باشه نه نکته مهم که این سمت ها در ایران فقط کاربرد نظامی ندارن دوم اینه که چرا فقط در اختیار سپان در اختیار ارتش نیستن این معلومه جایگاه سپا قوی تره این تا سمت اینان یکی رئیس ستاد کل نیروهای که محمد باقریه که بالاترین مقام نظامی کشور بعد از خامنه‌ایه یکی غلام رشید فرمانده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا که مهمترین قرارگاه جنگی کشوره یکی اسماعیل قانی فرمانده نیروقس که در عمل وزیر خارجه واقعی جمهوری اسلامی تو خواهر میانه وزیر جنگ واقعی جمهوری اسلامی هم است یکی هم امیرعلی حاجی است که مسئول توان موشکی و پهبادی کشوره علی فرمانده نیرو دریایی سپاه که خلیج فارس در اختیارش جای مهم یکی هم خود فرمانده سپاه حسین سلامی که فرمانده نهادیه که مانع سقوط جمهوری اسلامی شده در کنار اینا علیرضا زاکانی هم هست که شهردار تهرانه از فرمانده قدیمی سپاه و از مؤسسای بسیج دانشجویی شاخه سپاه در دانشگاه این سه تا سمت که ببینید اینا 23 ست تا سمت حساسن که در اختیار سپاهن در کنار 23 تا سمت حساسی که در اختیار فرماندهی سپاس 8 تا سمت هم در اختیار آخونداست یکی علی خامنه ای رهبر صادق لاریجانی با ما رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام علام حسین محسنی جی با ما رئیس قوه قضاییه اسقر اجازی مشاور سیاسی امنیتی رهبر مشتبا خامنه که سیاسی ترین فرزند رهبره و تصمیم گیرنده اصلی پشت پرده خیلی از تصمیمات یکی از کرمانی که رئیس مجلس خبرگانه و احمد جنتی 97 ساله که دبیر شوره نگهبان این 8 تا پست آخوندا با 23 تا پست فرماندهی سپاه میشه 31 پست دو تا سمت هم هست که در اختیار آخوندا و فرماندهی سپاه نیست یکی پزشکیان رئیس یکی هم پیمان جبلیه که رئیس دادسیما بنابراین وقتی به این ترکیب نگاه میکنیم چند تا نکته رو میشه جنبندی کنیم اول اینی که سهم سپا در حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر از بقیه است چون خامنه اینطور خواسته از سال 78 تا 88 بعد از مسئله خطر اعتراضات خیابانی مردم که ممکن بود نظام سقوط کنه از همون زمان خامنه ای میدان بیشتری به سپا داده تا حالا که دیگه اکثر حوزه و سمت دست سپا است. این یکی دومی که سهم سپاه با اومدن پزشکیان نه فقط کمتر نشده بیشتر هم شده چون الان وزیر خارجه دیگه سابقه سپاهی داره سوم اینه که سهم سپاه روز به روز داره از آخوندا بیشتر میشه و الان دو برابر روحانیت سمت حساس در اختیار داره چهارم اینه که از این سی و سه تا سمت حساس و کلیدی در جمهوری اسلامی نه اصلاح طلبا نه اصولگرای حزبی سهمی ندارن فقط معدی کرمانی از جامعه روحانیت که رئیس خبرگانه که اونم نمیشه گفت کار کرده حزبی داره یعنی احزاب هیچ جای مهمی در این سی پست مهم جمهوری اسلامی ندارند و جای مهمی دستشون نیست پنجم که از سه تا وزارت خونه کلیدی کشور یعنی خارجه اطلاعات و کشور هیچ کدومش خارج از کنترل سپا نیست مؤمنی و خطیب و عراقچی عضو رسمی سپا بودن یا هستند هر سه تا وزارت خونه به نوعی در کنترل کامل سپاه شیشم اینه که سمت های حساس و کلیدی نظام عمدتا همچنان در اختیار نسل فرمانده های اول سپاه که عمدتا بالای 40 تا 44 سال سابقه عضویت رسمی در سپاه دارن خامنی هم گفته لازم نیست بازنشسته بشن هفتم اینه که سپا با این وضعیت دیگه فقط نیروی مسلح جمهوری اسلامی نیست فراتر از نیروی مسلح است. عملا بخش اصلی حکومت و حاکمیت هشتم و مهمتر از همه اینی که وظیفه مقابله با اعتراضات مردم و سرکوب مردم معترض که روز به روز هم دارن اعتراضشون بیشتر میشه با سپاه و اجزای سپاه مثل بسیج و نیرو و حتی ناده اطلاعاتی و نهایت جالب اینی که با وجود که حکومت روز به روز بیشتر رنگ سپاه میگیره و مردم رو بیشتر سرکوب میکنن ولی این روش این همه سمت دادن به سپاه نتونست مانع تکرار اعتراضات بزرگ بشه که هر بار این اعتراضات فراگیرتر میشه در سطح کشور مطالبه مردم رادیکالتر میشه مردم و معترض جسورتر میشن اقشار معترض گسترده تر میشن که این روزها و هفته ها میبینیم که اقشار متنوعتریم هم اعتراض میکنن اما در روزها و هفته های اخیر مقام های ارشد نظام مدام در حال توضیح دادن این نکتن که چرا انتقامی رو که وعده داده بودن در پاسخ به ترور هنیه وعده داده بودن میگیرن چرا این به خیلی تاخیر افتاده تقریبا روزی نیست که یه مقام ارشد جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی در این باره صحبت نکنه در تازه ترین مورد علی عبداللهی معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح که میشه نفر سوم ستاد کل اومده گفته پاسخ سختی به اسرائیل خواهیم داد اما زمانش معلوم نیست این عبارت تقریبا تبدیل به یه جمله تکراری شده که خیلی از مقامات جمهوری اسلامی در ماه گذشته مدام تکرارش کردند. به نظر میرسه اینکه مقامات جمهوری اسلامی مدام خودشونو موظف میبینن که در این باره صحبت کنن و توضیح بدن به این دلیله که خودشون این انتظار رو ایجاد کردن بعد از این که هنیه ترور شد خامنه ای گفت خونخواهیش رو وظیفه خودمون میدونیم بعدم محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح این حرف رو زد بعدم بقیه مقامات هم در سی و چهار روزی که ترور رو هنیه گذاشتن مدام اینو تکرارش کردن انتقام از این عمل جنایتکارانه چه توسط محور مقاومت و چه توسط جمهوری اسلامی ایران قطعی است اما جمهوری اسلامی ایران در بازی های تحریکات رسانه‌ای و غیران آن نمی‌افتد و خود نسبت به چگونگی و زمان اقدام انقلابی خود تصمیم خواهد گرفت به نظرم یه دلیل مهم که مدام مقامات جمهوری اسلامی میگن انتقام میگیریم اینی که بالاخره مقامات ارشد نظام مخصوصا اطلاعاتی و نظامی ها میدونن که با فشار شدید طرفداراشون مواجهن که بالاخره چی شد چرا انتقام نمیگیرید؟ از اون طرف بعد از اینی که آمریکا دو تا ناو آپما بر یه دونه زیردریایی اتمی و 22 تا ناو در منطقه و کلی هواپیما مستقر کرد کاملا واضحه که جمهوری سامی تا یه حدی ترسیده دست کم داره حساب کتاب میکنه که من چجوری هم تلافی کنم ترور هنیه رو اسرائیل رو بزنم هم یه طوری بزنم که منجر به پاسخ تحقیر کننده اسرائیل و آمریکا و جنگ کامل نشه که بقای نظام رو به خطر بندازه یه خبر مهم دیگه که این روزا دیدم اینه که یه مسابقه ای در جمهوری اسلامی راه افتاده که مسئولین خودشون رو توی مراسم های مذهبی مثل عربین و زیارت مشهد و اینجور جاها نشون بدن که دیده بشن وقتی فصل راپمای حکومتی اربین میرسه همشون را میفتن برن راپمای اربین تا عکس و فیلمشون پخش میشه و این روزام که فصل زیارت در مشهد همه مسئولان دنبال اینن که تو این زمان تو مشهد حتما دیده بشن در لسان پیامبر عظیم و شن فقط دو نفر از اولاد آن بزرگوار تعبیر بزعه شده حضرت در مورد زیارت فرزند بزرگوارشون امام هشتم میفرمایند منظاره و بات انده لیلتا کان که منظار الله فی عرشه ببینید بحث مذهبی بودن یا نبودن نیست که هر کسی به خودش مربوطه بحث زیارت هم نیست که دوست دارن یا ندارن این هم به خودشون مربوطه این حق طبیعی هر فردیه ولی شما نگاه کنید همین مسئولین در ای که بهشون مربوطه عمل کردشون چطوریه آیا این همه نمایش مذهبی بودن مقامات گره ای از مشکلات مردم حل کرده یا عمدتا این کارا نمایشیه برای اینه که سمت و پست بگیرن و بعد اون سمت و پست رو حفظش بکنن عباس اراقچی رفته تو چایخانه آستان قدس چایی بده دست مردم خب عمل کرده اینا تو وزارت خارجه و سیاست خارجی برای مردم چی بوده آیا مردم الان در سیاست خارجی که همینا مسئولش بودن و مدام هم این مذهبی بودنشون نشون دادن آیا وضع کشور الان بلا سیاست خارجی خوبه؟ مردم ایران احساس امنیت میکنن؟ احساس منزلت میکنن؟ موقعی که با دنیا در تعاملن؟ از اونور خانم وزیر راه اول از همه رفت مراسم عربین حالا هم رفته مشهد این نوع عمل کرده چقدر تاثیر داره در کاهش تصادفات؟ خانم وزیر که مسئول تصادفات وزیر راهه به ما بگه همین الان بنابر گزارش پلیس راه روزی چل تا پنجا نفر در جاده ایران میمیرن و روزی تا هزار نفر مجروح میشن و برخی ها معلول میشن ممکنه بگید که اینا تازه اومدن دولت پزشکان بحث منم اینه که وزرای قبلی هم همین نمایش هم مذهبی رو داشتن چرا وضع سیاست خارجی ما بدتر شد؟ چرا تلفات جاده ما هنوز بالاست؟ چرا تورم گرانی هر روز بیشتر میشه؟ بنابراین این مسابقه ای که از اول جمهوری اسلامی تا حالا بوده که وزرا و مقامات خودشون رو مذهبی نشون بدن و در هر دوره هم یه نمادی داشته دردی از مردم دوا نکرده نوعی فریب مردم و تا حدود زیادی ریاست اول انقلاب میگفتن وزیر باید مکتبی و متحد باشه متخصص لازم نیست اصلا میگفتن اولویت با کدوم متحد و مکتبی یا متخصص بعد میگفتن متحد خب نتیجه این ریاکاریا بعد از 46 سال ورشکستگی تقریبا تمام زیر ساخته کشوره خیلی از رسانه هم در داخل جورت نمی نمیکنن به این موضوع بپردازن که متهم با زدیت با نظام و مذهب رسمی کشور آخوندا نشن ولی سوال اصلی اینه که آیا وظیفه اصلی وزیر و مقاما اثبات مذهبی بودن خودشونه یا اینی که کارشون رو باید درست انجام بدن که درد و رنج مردم کم بشه به نظر میاد مقامات جمهوری اسلامی اصلا درد مردم براشون مهم نیست براشون مهم اینه که تو اربعین و زیارت مشهد ببیننشون و عکس و فیلمشون هم منتظر منتشر بشه یه خبر مهم دیگه ای که دیدم انتقاد کم سابقه علی رضا پنایان سخنران دفتر خامنه ای بود از حسین شریعت مداری مدیر روزنامه کیان اینا هر دوتاشون از نزدیکای خامنه این و این انتقاد پنایان از حسین شریعت مداری و ادامه انتقادش از دولت پزشکیان جالبه به نظرم اول صحبتاش رو ببینیم بشنویم بعد من چند تا نکته خدمت رو ارز میکنم من واقعا از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی تقاضا میکنم برای دو قطبی سازی در فضای رسانه ای یه مقرراتی تو مجلس شورای اسلامی وضع بشه اصلا انگار این م... منکریه که معروف شده روزنامه هایی که با خرج دولت ساخته و پرداخته میشن از کیهان گرفته تا اطلاعات از جمهوری اسلامی تا هر جمهوری غیر اسلامی که روزنامه ای بخواد مثلا مدعیش باشه که حالا نیست اینا حق ندارن بیان دو قطبی بازی بکنن چون از جناه مخالفه است من فقط انتقاد میکنم در این روزنامه رو ببندن خب ما این روزا تو اطرافی های خامنه نسبت به پزشکان دو تا صدا میشنویم یه صدا مثل همین علیرضا پناهیانه که میگه آقا گفته از دولت حمایت کنیم یه صدا مثل این صدای قالیبافه که گفته ما از پزشکان حمایت میکنیم یه صدام صدای حسین شریعت مداری که یانه که هر روز علیه دولت پزشکان سر مقاله می اینا همشون صداهای مختلف خامنه ای هن. اینجوری هم نیست مثل سابق که مثلا حسین شریعت مداری فقط صدای بیت باشه باید ببینیم کدومی که صدای واقعی تر خامنه ایه اونایی که دارن به پزشکان حمله میکنن اونا بیشتر ادامه خواهند داد یا اینایی که میگن از پزشکان حمایت بکنیم در روزهای آینده خواهیم دید که صدای پناهیان و قالیباف صدای بیت یا صدای اونهایی که مثل حسین شریعت و ادامه میدن چون حسین شریعت کم آدمی نیست توی نظام جمهوری اسلامی صدای خامنه ای بوده آخرین نکته ای که میتونم عرض کنم و تعجب کنم اینه که چند روز پیش خدمت تو گفتم تاجزاده یه نامه نوشته به خامنه ای و انتقاد کرده که چرا اینجوری با من برخورد کن چرا مدام زندان به من میدن و میخوان منو بیشتر در زندان نگه دارم و در واقع حبس ابد بدن دیدم عباس عبدی از اصلاح طلب اومده به تاجزاده پیشنهاد کرده سکوت کن خیلی جالبه که یه نفرم که پیدا شده که از علی خامنه داره انتقاد میکنه خود اصلاح طلبا میان بهش میگن سکوت کن به جایی که بگن به خامنه ای که کاراتو اصلاح کن میان به اونهایی هم که یه ذره انتقاد میکنن به اونها میگن بیاید سکوت کن واقعا این دیگه از اون حرفایی که اصلاح طلبا در خوشایند آقا میگن که آقا خوشش بیاد مثلا عباس عبدی هم داره همین حرفا رو میزنه خیلی ممنون و متشکر از توجهتون شب و روز شما خوش